سرخط خبرها. فیصله تازه کمیسیون های انتخاباتی در مورد تصمیم اخیر کمیسیون شکایت انتخاباتی در جلسه مشترک رؤسا و اعضای کمیسیون های انتخاباتی فیصله شده است که درباره ابطال آرای حوزه کابل تجدید نظر شود. کشته شدن 14 تن از سربازان اردوی ملی در ولایت هرات از اثر حمله طالبان. تأکید لویدرسیز امریکا بر حضور نظامی این کشور در افغانستان. جوزف دانفورد میگوید امریکا برای جلوگیری از حملات تروریستی در قلمرو خود نیاز به حفظ حضور نظامی در افغانستان دارد. و توافق طرفهای درگیر جنگ یمن بر سر آزادی هزاران زندانی. سلام، به خبر 6 از نگاه خوش آمدید. امروز جمعه 16 قوس 1397 خورشید است که برابر می شود با 7 دسامبر سال 2018 میلادی. مشروع خبرها. در مورد تصمیم کمیسیون شکایت انتخاباتی درباره ابطال آرای حوزه کابل تجدید نظر می شود. در جلسه مشترک رؤسا و اعضای کمیسیون های انتخاباتی که امروز در دفتر معاون دوم ریاست جمهوری برگزار گردید، فیصله شده است که کمیسیون شکایت انتخاباتی در مورد فیصله خود تجدید نظر نماید و بند یک تصمیم مورخ 14 قوس 1397 خود را درباره ابطال آرای حوزه کابل تعدیل کند. در اعلامیه مشترک کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مرکزی شکایت انتخاباتی آمده است که کمیسیون مستقل انتخابات تعداد آرای بایومتریک شده و سایر اسناد مورد نیاز را هر چه زودتر به کمیسیون مرکزی شکایت انتخاباتی تسلیم نماید. در اعلامیه آمده است که کمیسیون مرکزی شکایت انتخاباتی در مورد بند اول تصمیم مورخ 14 قوس 1397 خیش مبنی بر ابطال انتخابات حوزه کابل با رعایت مورد جزء یک این اعلامیه تجدید نظر نماید. در اعلامیه افزوده است که به منظور نهایی شدن پروسه انتخابات ولسی جرگه، حکومت هر نوع مساعدت تکنیکی را بنابر تقاضای هر دو کمیسیون در اختیارشان قرار می‌دهد. در این حال بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید که بر اساس نظارت تیفا آرای تمام ولایت کابل آرای ناپاک نبوده است که مستحق باطل شدن 100% باشد. در اعلامیه تیفا آمده است که با ابطال آرای انتخابات ولسی جرگه کابل آرای پاک مردم قربانی آرای ناپاک میگردد که مطمئنا این تصمیم خلاف تأمین عدالت انتخاباتی میباشد. تیفا از کمیسیون های انتخاباتی خواسته است که در مورد آرای مردم باید تصمیمشان را سنجیده گرفته و به عواقب حاصل از آن تصمیم نیز دقت لازم را داشته باشند. این در حالی است که پیشتر سفیر اتحادیه اروپا در کابل از کمیسیون های انتخاباتی خواسته است که درباره مسئله ابطال آرای انتخابات پارلمانی کابل از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی به راه حل مشترک برسند. پیری مایدون گفته که اتحادیه اروپا روند انتخابات در این کشور را از نزدیک پیگیری می کند. او می گوید که هر دو کمیسیون انتخاباتی باید بر اساس قانون و گفتگو به یک توافقنامه راه حل دست یابد. آقای مایدون افزوده است که به آرای شمار زیادی از شهروندان کابل که با وجود خطرات زیاد رای دادند باید احترام گذاشته شود. نماز عبادی سیاسی جمعه با حضور هزاران نمازگزار در مساجد و مصلی های کشور برگزار شد. ملا امامان مساجد و خطیبان نماز جمعه با اشاره به تصمیم کمیسیون شکایت انتخاباتی مبنی بر ابطال آرای انتخابات ولایت کابل از این کمیسیون خواستند که به آرای مردم احترام بگذارند. به گفته آنان مردم در روز انتخابات به صورت گسترده در پای صندوق های رای حاضر شدند و ساعت ها انتظار کشیدند تا رای بدهند. خطیبان نماز جمعه تاکید میکند که به جای ابطال آرای انتخابات کابل، آرای سیاه و سفید را از هم تفکیک کنند. شهروندان کشور با حضور گستردهشان در مساجد و مصلاهای کشور نماز عبادی سیاسی جمعه را در فضای اخوت و برادری ادا کردند.
ملا امامان مساجد و خطیبان نماز جمعه با اشاره به تصمیم کمیسیون شکایت انتخاباتی مبنی بر ابطال آرای انتخابات ولایت کابل میگویند که از این کمیسیون خواستند که به آرای مردم احترام بگذارند. به گفته آنان مردم در روز انتخابات به صورت گسترده در پای صندوق‌های رای حاضر شدند و ساعت‌ها انتظار کشیدند تا رای دهند. در انتخابات و برای برگزاری انتخابات و برای گرفتن آرای مردم میلیون‌ها دلار هزینه شد و صرف شد. وقت مردم صرف شد. زحمت‌های طاقت فرسای را مردم متحمل شدند. با چه زحمت و تلاش انتخابات برگزار شد و مردم پای صندوق‌های رایدهی رفتند، آرایشان را استعمال نمودند و نمایندگان آیندهشان را انتخاب کردند. امروز کمیسیون شکایات انتخاباتی بیاید بگه این آرا باطل هست، این حرف کاملا بیخود است. ملت ما، مردم ما با حضور شکوهمندشان در پای صندوق‌های رای حاضر شدند و نیروهای امنیتی و دفاعی مملکت جانهایشان را سپر کردند. امنیت همه رای دهندگان چه در کابل و چه در ولایات تأمین کردند. ولی مسئولین کمیسیون سم شکایات اگر امروز آرای مردم باطل میکنند، این همه قربانی ها، این همه مصارف اقتصادی مردم زیر پا میکنند، باید از کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر کمکاری که در روز انتخابات داشتند اینها سوال بکند و این دو ارگان باید با همدیگر بنشیند و این مشکل حل بکند. خطیبان نماز جمعه کابل تأکید میکنند که به جای ابطال آرای انتخابات کابل، آرای سیاه و سفید را از هم تفکیک کنند. به آرای مردم احترام بگذارند و آرای سیاه را از آرای سفید متمایز و سرانجام حق را به حقدار بکنند و اعلان کردن آرای حوزه انتخاباتی کابل را به عنوان باطل نتیجه مثبت نداره و کمیسیون شکایت انتخاباتی این حرفش را پس بگیره. خطیبان نماز جمعه کابل در بخش دیگر از سخنانشان با اشاره به نشر گزارش‌های در مورد سهمیه‌بندی کانکور از این تصمیم انتقاد کردن میگویند که سهمیه‌بندی کانکور در کشور به معنای مبارزه با علم و دانش است. به گفته آنان در هیچ جای دنیا کانکور سهمیه بندی نشده و این کار ظلم آشکار در حق جوانانی است که برای راهیابی به دانشگاه ها زحمت می کشند. من می خواهم از این سنگر عبادت و سیاست به این مسئولین عزیز عرض بکنم سهمیه بندی کانکور به عنوان سهمیه بندی علم و دانش ظلم صریح به استعدادهای خارق العاده جوانان کشور ما هست. ملا امامان مساجد و خطیبان نماز جمعه و شهروندان کشور برای تحکیم و تقویت وحدت ملی بین مردم و تأمین صلح و ثبات در کشور نیز دعا کردند. در اثر حمله طالبان بر قرارگاه اردوی ملی در ولایت هرات 14 سرباز اردو کشته شدند. سخنگوی والی هرات میگوید که طالبان با حمله بر قرارگاه اردوی ملی در ولسوالی شندند این ولایت 14 سرباز اردوی ملی را کشته و 20 سرباز دیگر را با خود بردند. او افزود که این قرارگاه اردوی ملی به دست طالبان سقوط کرده است. به گفته سخنگوی والی هرات، طالبان سلاح و مهمات این قرارگاه ارتش را که شامل تانک‌های هاموی و سلاح‌های سبک و سنگین می‌شوند با خود بردند. وزارت دفاع ملی تا کنون در این باره چیزی نگفته است. امارات متحده عربی بار دیگر بر ادامه حمایت از پروسه مصالحه در افغانستان تعهد کرد. معاون نماینده دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد در یک نشست ویژه این سازمان در مورد وضعیت در افغانستان گفته که امارات متحده عربی از حل سیاسی بر رهبری حکومت افغانستان به طور کامل حمایت می کند. نماینده دائمی امارات متحده عربی در
سازمان ملل افزود که ابوظبی تمایل دارد که به افغانها برای موافقت دیدگاهشان در زمینه تأمین صلح و ثبات در این کشور کمک کند. او بر اشتراک فعال تمامی اقشار جامعه افغانستان برای موافقت پروسه صلح در این کشور تأکید کرد. امریکا برای جلوگیری از حملات تروریستی در قلمرو خود نیاز به حفظ حضور نظامی در افغانستان دارد. جنرال جوزف دانفورد، لوی درسیز قوای مسلح امریکا، با بیان این مطلب میگوید که اگر نیروهای امریکایی از افغانستان خارج شود، نه تنها جنوب آسیا بی‌ثبات خواهد شد، بلکه گروه‌های تروریستی برنامه‌های عملیاتی خود را علیه مردم امریکا در خاک این کشور و متحدان نظامی واشنگتن انجام خواهند داد. آقای دانفورد هشدار می‌دهد که اگر فشار آمریکا بر القاعده، داعش و دیگر گروه‌های تروریستی که اکنون در منطقه وجود دارد متوقف شود، در طول زمان آنها دوباره توانایی خود را بازسازی کرده و آمریکا شاهد حمله دیگر مشابه به 11 سپتامبر خواهد بود. جوزف دانفورد، لیدر سیز قوای مسلح آمریکا، مخالف خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است. آقای دانفورد در یک گفتگو با واشنگتن پست میگوید که اگر نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کنند، نه تنها سبب بی‌ثباتی جنوب آسیا خواهد شد، بلکه گروه‌های تروریستی مردم آمریکا و متحدان این کشور را هدف قرار خواهند داد. من پیشنهاد نمی دهم که افغانستان را ترک کنیم، چرا که به نظر من اگر افغانستان را ترک کنیم، نه تنها باعث ایجاد بی‌ثباتی در آسیای جنوبی می شود، بلکه گروه های تروریستی برنامه های عملیاتی خود را علیه مردم امریکا در ایالات متحده امریکا و متحدان نظامی این کشور انجام خواهند داد. این دقیقا همان مشکل است که ما در تلاش حل آن هستیم. لیدر سیز قوای مسلح آمریکا هشدار می‌دهد که اگر فشار بر القاعده، داعش و دیگر گروه‌های تروریستی که در منطقه حضور دارد متوقف شود، آنها تجدید قوا کرده و آمریکا شاهد یک حادثه دیگر شبیه 11 سپتامبر خواهد بود. Were we not to put the pressure on Al-Qaeda, ISIS and other groups in the region that we are putting on today? اگر ما فشار بر القاعده، داعش و دیگر گروه‌های تروریستی که اکنون در منطقه وجود دارند را متوقف کنیم، بر اساس برآوردهای ما در طول زمان آنها دوباره توانایی‌های خود را بازسازی می‌کنند. آن چیزی را که آنها در حال حاضر قصد دارند، در آینده فرصت انجام آن را پیدا خواهند کرد و ما شاهد حادثه دیگری شبیه 11 سپتامبر خواهیم بود. این اظهارات در حال مطرح می شود که یکی از شروط اصلی طالبان مسلح برای حاضر شدن به پای میز مذاکره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است. مقام‌های محلی در اروزگان ادعا دارند که در یک حمله هوایی که به گونه اشتباهی اتفاق افتاده، 7 تن از نظامیان افغان کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. ولسوال چنارتوی اروزگان میگوید که طالبان حوالی ساعت 6 صبح امروز به هدف سقوط این ولسوالی حمله کرده و ساعت‌ها با نظامیان افغان درگیر شدند. به گفته او نیروهای هوایی به هدف بمباران بر مواضع طالبان به محل آمدند، اما به گونه اشتباهی نیروهای امنیتی هدف قرار گرفتند. او افزود که سربازان امنیتی زمان مورد حمله هوایی اشتباهی قرار گرفتند که سرگرم اکمالات بر پوسته های امنیتی بودند. این رویداد حوالی ساعت 11 پیش از چاشت امروز اتفاق افتاده و زخمی های این حمله به شفاخانه منتقل شدند. حمله گروهی طالبان مسلح بر ولسوالی قادس ولایت بادغیس عقب زده شد. سخنگوی قماندانی امنی ولایت بادغیس میگوید که طالبان مسلح بعد از ظهر روز گذشته حمله گسترده ای را بر پسته های امنیتی ولسوالی قادس براه انداختند که با مقاومت شدید نیروهای امنیتی مواجه شدند. به گفته او در جریان این درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح 5 تن از مهاجمان به شمول 2 فرمانده محلی آنان کشته شده و 8 تن دیگرشان هم زخم برداشتند. مقام های محلی ولایت بادغیس می گویند که حمله گروهی طالبان بر پسته های امنیتی ولسوالی قادس این ولایت عقب زده شده است.
سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بادغیس میگوید که یک گروه 500 نفری طالبان مسلح به فرماندهی ملا صالح ولسوال نامنهاد این گروه برای ولسوالی قادیس بادغیس بر پسته های امنیتی در این ولسوالی حمله کرده بودند که با مقاومت شدید نیروهای امنیتی مواجه شد. با گفته او در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح 5 نفر از اعضای این گروه به شمول 2 فرمانده محلیشان کشته شده و 8 تن دیگرشان زخم برداشتند. گروهی از طالبان مسلح به سرکردگی ملا صالح ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی قادس ولایت بادغیس بر پسته های امنیتی این ولسوالی حمله گروهی کردند که خوشبختانه توسط نیروهای شجاع امنیتی به شکست ننگین مواجه شده. 5 تن از مخالفین مسلح دولت به شمول 2 فرمانده محلیشان کشته و 8 تن دیگرشان زخم برداشتند. سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بادغیس می افزاید که طالبان با حمله بر پسته های امنیتی در ولسوالی قادیس قصد تصرف این ولسوالی را داشتند که با جواب دندان شکن از سوی نیروهای امنیتی مواجه شدند. او همچنان می گوید که در این درگیری ها 1 سرباز پلیس ملی نیز کشته شده و 2 سرباز دیگر زخم برداشتند. طالبان هدف داشتند که با این حمله ایشان ولسوالی قادس ولایت بادغیس را تصرف کنند که خوشبختانه موفق نشدند. در پایان این درگیری 1 سرباز پلیس ملی شهید و 2 تن دیگر زخم برداشته است. گروه طالبان تا کنون در این مورد واکنش نشان ندادند. این در حال است 2 ماه پیش نیز طالبان مسلح حمله گروهی را بر ولسوالی قادس ولایت بادغیس را اندازی کرده بودند، اما از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی عقب زده شد. اردوی پاکستان میگوید که تمام گام‌های ضروری را برمی‌دارد تا کمک شود ایالات متحده آمریکا موفقانه به راه حل سیاسی در افغانستان دست یافته و به عنوان یک دوست منطقه از آن کشور جنگ زده خارج شود، نه یک کشور شکست خورده. این اعلامیه اردوی پاکستان یک روز پس از آن بیان می شود که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور صلح افغانستان از اسلام آباد دیدن کرده و خواهان همکاری رهبریت پاکستان در راستای تلاش های جدید واشنگتن در امور صلح افغانستان شد. آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان به خبرنگاران گفته که پاکستان از دیر زمان خواهان حل درگیری های افغانستان از راه سیاسی بوده و علاوه کرد که ابتکار صلح واشنگتن در این اواخر تحرک بیشتر کسب کرده است. سخنگوی اردوی پاکستان علاوه کرد که واشنگتن به دنبال همکاری اسلام آباد برای تشویق رهبران طالبان است تا در مذاکرات صلح افغانستان دخیل شوند. شورای ولایتی قندوز از حضور دوامدار طالبان در اطراف شهر قندوز شکایت دارند. اعضای شورای ولایتی قندوز میگویند که عملیات‌های مقطعی نیروهای امنیتی سبب شده است که مخالفان مسلح دولت قوی تر شوند. آنان میگویند که عملیات‌های اخیر نیروهای امنیتی هیچ تأثیری بر امنیت ولایت قندوز نداشته است. اعضای شورای ولایتی قندوز هشدار می‌دهند که در صورت ادامه این وضعیت احتمال سقوط دوباره ولایت قندوز به دست طالبان وجود دارد. اعضای شورای ولایتی ولایت قندوز و باشندگان این ولایت نگران حضور مخالفان مسلح دولت در اطراف شهر قندوز هستند. آنان با انتقاد از عملکرد مسئولان امنیتی این ولایت میگویند که عملیات های مقطعی آنان سبب شده است که مخالفان مسلح قوی تر شوند. به گفته آنان عملیات های اخیر نیروهای امنیتی هیچ تأثیری بر امنیت ولایت قندوز نداشته است. در اکثر جاها که در اطراف قندوز عملیات هایی که از طریق کماندو میشه واقعا تاثیرگذار بوده و مردم های محل هم از این عملیات راضی بودند که باید عملیات شود. بله، عملیات های مقطعی که میار برشان مانده میشه و میان که ما 72 سال در این منطقه عملیات میکنیم، این عملیات ها واقعا تاثیرات خود داره و ما میخواهیم از حکومت محلی و مرکزی که وقتی عملیات میکنن عملیات مقطعی باشه، دائمی باشه، اون منطقه را که تصفیه میکنه کوشش کنن که منطقه را پس دوباره دست نتن. راجع در عملیات و پاکسازی
مناطق زیر کنترل مخالفین حکومت هستند، در اونجا مردم رنج میبرند، یعنی جنگ جریان داره و بالاخره ترس و رعب جریان داره. اینا نتونستن که مناطق تصفیه بسازن. هر زمستان ما شاهد یگان دستاوردهایی بودیم، اما در این زمستان تانست شاهد دستاوردهایی که او ثمره عملیات یا پاکسازی باشند نیستیم. اما مسئولان نظامی در ولایت قندوز از ادامه عملیات ها جهت پاکسازی مناطق این ولایت، از وجود مخالفان مسلح دولت و گسترش کمربند امنیتی این ولایت در فصل سرما سخن می گویند. و این عملیات ما به خاطر گسترش کمربند امنیتی شهر قندوز اجرا میشه و بعد از اینکه اطراف قندوز مکمل تصفیه گردید، در اونجا پیزها و پوسته ها به خاطر آسایش و آرامش مردم ولایت قندوز ایجاد میگرد. نگرانی ها از وضعیت امنیتی ولایت قندوز در حال مطرح می شود که این ولایت در دو سال اخیر از لحاظ امنیتی وضعیت خوبی نداشته و مخالفان مسلح دولت در ولسوالی های آن حضور گسترده داشته است. گزارش وضعیت آب و هوا. این هم چند خبر از خارج کشور. طرفهای درگیر در جنگ یمن پیش از آغاز رسمی گفتگوهای صلح دست استحکل می‌سویدند بر سر آزادی هزاران زندانی به توافق رسیدند. کمیته صلیب سرخ بین المللی گفته است که دست کم 5000 زندانی بر اساس این توافق آزاد خواهند شد. فرستاده سازمان ملل و منجی مذاکرات صلح با اعلام این خبر اظهار امیدواری کرد که این توافق گام امیدوارکننده برای نخستین مذاکرات صلح بین حوثی‌ها و دولت عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن از سال 2016 تا کنون است. مارتین گرفتیس که در کنفرانس خبری در کاخ محل مذاکرات در بیرون از استکهلم پایتخت سویدن صحبت می‌کرد، تأکید کرد که آمدن طرفهای درگیر جنگ یمن به پای میز مذاکره به خودی خود گام بسیار مهم قلم داد می شود و افزود که آزادی زندانیان می تواند هزاران خانواده جدا افتاده از هم را بار دیگر در کنار هم جمع کند. جنگ 4 ساله یمن تا کنون بیش از 10000 کشته بر جا گذاشته است و میلیون ها تن از این کشور با بحران گرسنگی شدید مواجهند. ایالات متحده آمریکا نتوانست اعضای مجمع عمومی سازمان ملل را قانع کند تا به قطعنامه این کشور علیه حملات موشکی حماس به خاک اسرائیل رای دهند. نیکی هیلی نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل پیشنویس قطعنامه را به مجمع عمومی پیشنهاد کرد که در آن حماس را به دلیل شلیک راکت به اسرائیل محکوم می کند. پیشنویس این قطعنامه که هفته گذشته به مجمع عمومی ارائه شده بود، از حماس می خواست پرتاب راکت به اسرائیل را متوقف کند و همچنین اقدامات این سازمان در قبال اسرائیل را محکوم می کرد. لایحه قطعنامه پیشنهادی آمریکا در این مورد در رأی‌گیری روز گذشته در مجمع عمومی ملل متحد 87 رای موافق و 57 رای مخالف حاصل کرد، ولی نتوانست 2/3 آراری که برای تصویب آن ضروری بود کسب نماید. اما 32 کشور از دادن رأی در این مورد امتناع کردند. اگر این قطعنامه تصویب می شد، اولین تصمیم مجمع عمومی ملل متحد برای محکوم کردن حماس به شمار می رفت. اوکراین در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا خواهان افزایش تحریم ها علیه روسیه شده است. اوکراین مسکو را متهم کرده که اقدامات تهاجمیش را علیه کیف تشدید بخشیده است. تنش میان اوکراین و روسیه در 25 ماه نوامبر پس از آن
تشدید یافت که نیروهای روسیه بالای کشتی‌های قوای بحری اوکراین در بحیره سوریا در نزدیکی کریمیا آتش گشودند که 3 کشتی را ضبط کرده و 24 عملی این کشتی‌ها را بازداشت نمودند. وزیر خارجه اوکراین در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر میلان ایتالیا گفته که این یک موضوع فوریت است تا پاسخ سریع و قویتر بین‌المللی به این عمل تهاجمی داده شود. از سوی دیگر معاون وزارت خارجه آمریکا در امور اروپا گفته که اقدامات روسیه در شرق اوکراین و شبه جزیره کریمیا سبب بزرگترین بحران بشری اروپا در یک نسل شده است. اما سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه گفته که اقدامات زشت اوکراین و حامیان غربیش باعث سالها تنش در این کشور شده است. رئیس جمهور وینزویلا اعلام کرده است که روسیه بیش از 6 میلیارد دلار در بخش‌های نفت و معادن در وینزویلا سرمایه گذاری می‌کند. نیکولاس مادورو رئیس جمهور وینزویلا پس از گفتگوهای دو روزه با مقام‌های روسیه در مسکو از این سرمایه گذاری روسیه خبر داد و در یک پیام در صفحه رسمی تویتر گفته که قراردادهای سرمایه گذاری به ارزش بیش از 5 میلیارد دلار در بخش نفت و قراردادهای به ارزش 1 میلیارد دلار در سکتور معادن عمدتاً در بخش تولید طلا امضا شدند. اما مقام‌های روسیه تاکنون در این مورد چیزی نگفته است. مقام‌های فرانسه می‌گویند که برای تأمین امنیت تظاهرات احتمالی روزهای شنبه و یکشنبه حدود 89,000 پلیس را در سراسر این کشور توظیف نموده‌اند. تظاهرات در فرانسه به خاطر افزایش مالیات بر مواد نفتی 3 هفته پیش آغاز شد و شنبه ها و یک شنبه ها به اشتراک صدها تن در این کشور برگزار می شود. این تظاهرات روزی گذشته پس از آن به خشونت کشیده شد که شماری از اعتراض کنندگان با پلیس درگیر شدند و این درگیری باعث آن شد تا انتقادات بالای حکومت ایمانوئل مکرون افزایش شود. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته است که به خاطر مبارزه با گرم شدن اقلیم جهان به پالیسی مواد سوخت نیاز است. پلیس فرانسه میگوید که در جریان تظاهرات روزهای گذشته ده ها تن زخمی و بیش از 400 تن دیگر دستگیر شدند. بیننده های عزیز، این بود سرویس خبری این ساعت که تقدیم حضور شما گردید. سپاسگزارم از همراهیتان. وقت بخیر. خدا نگهدار.